سلام دوستان، من امروز اومدم با یه ویدیوی جنجالی دیگه از کی بود. ویدیوی امروز ما درباره آزاده مهدی‌زاده و افشاگری اون از تهدید شدنش برای کشف حجاب نکردن هنگام پخش سریاله. آزاده مهدی‌زاده، بازیگر خوب کشورمون، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: توی روز سالگرد فوت مادرم نه یک بار نه دو بار تماس میگیرید تهدید میکنید که باید به خاطر طرح صیانت بیای حراست سازمان تعهدنامه امضا کنی که در زمان پخش سریال درجه جیم من کشف حجاب نکنم. این چه طرحیه؟ این چه تعهدنامه‌ای هستش دیگه؟ بعدم تهدید میکنید امضا نکنی اسمتو از توی تیتراژ در میاریم. خب در بیارید، اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم. تصاویرم رو هم اگه در بیارید که عالی میشه. واقعا فکر کردید برام اهمیتی داره یا فکر کردید کسی تلویزیون تماشا میکنه؟ جمع کنید این بند و بساط پر از دروغ و ریاتون رو. تا حالا راجع به حق الناس هم تحقیق کردید؟ اصلا میدونید چی هست؟ من میدونم چیه، خدا خیلی روش حساسه. این سریال آماده پخشتون فقط یه لکه ننگ برای من بازیگر گزیده کار. یک سال تمام جواب تلفن نمیدادید به خاطر تسویه حساب مالی و من سکوت کردم. چی شده حالا چپ و راست زنگ میزنید که چی؟ تعهدنامه امضا کنم؟ نمیکنم. راستی قراردادم رو چرا نمیدید؟ چون گفتم میخوام منتشرش کنم؟ چون به هیچ کدوم از بندهایی که امضا کرده بودید عمل نکردید؟ اون چند ساعت بعد این پست رو از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. آزاده مهدی‌زاده متولد 8 آذر سال 1363 در تهرانه و تحصیلاتش در مقطع کارشناسی گرافیکه. اون فعالیت هنری خودش رو از سال 1382 با ایفای نقش در سریال فقط به خاطر تو به کارگردانی اکبر منصور فلاح شروع کرد. حسرت پوشیدن لباس عروس رو داشته باشی. شده باشی طلاهامو بفروشم. ببین حالا وقت داریم. اول تو باید به دنیا بیای، بعد بزرگ میشی، بعدم عروس میشی. تا اون موقع هم بابا ستار وضعش خوب شده، کلی برای ما مژده طلا خریده. خودم طلاها رو میفروشم خرج جهاز عروسی. خانم مهدی‌زاده دو برادر و یه خواهر بزرگتر داره. اون علاقه زیادی به تیم فوتبال پرسپولیس داره ولی در میون ورزش ها بیشتر به اسکی و تنیس علاقه منده. اولین بار در تلویزیون در سال 1389 در 26 سالگیش در سریال فاصله ها به کارگردانی حسین سهیلی زاده بازی کرده. گرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مثل سریال قهوه تلخ بیشتر نبود، اما تجربه خوبی براش محسوب می شد و همکاری با هنرمندانی مثل دانیال حکیمی، فاطمه گودرزی، مریم کاویانی و سوگل طهماسبی رو تجربه کرد. بزرگترین حسن فروش اینجا چی بود؟ از شر آدمای آویزون و بیکاری مثل تو راحت شدی. نه، حیف آدم سعیدو هر روز نبینه. میگن زهره ما رو میشه با یه قاشق عسل خورد، ولی اینو با تو که بشکه عسلی هم نمیشه تحمل کرد. عجیبه، موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دمش میبست. اصلا صدای اومد، کسی چیزی گفت؟ من بودم. اون در سال 1389 دوره پرتلاشی رو در عرصه سینما و تلویزیون گذرون. یکی از مهمترین آثار اون در این سال بازی در سریال قهوه تلخ به کارگردانی مهران مدیری بود. این با من بود؟ نخیر بانوی من، ایشان با بنده بودن. پدر جان، کاترین خانم سوگلی دربار هستم. بچه جان، این نه، اون خوبه، اون این خوبه. حرف بزن، حرف بزن. با من این صدا قشنگی داره، حرف بزن. قبله عالم چه هدیه‌ای برای بانو کاترین در... بعد از اون با سریال پرانتز باز به کارگردانی کیومرث پوراحمد بیشتر شناخته شد. در این سالها آزاده مهدی‌زاده با هنرمندان بسیاری تجربه کار داشته، اما جالبه که بدونین در میون بازیگران رضا توکلی، سوگل طهماسبی، مریم کاویانی، رضا کیانیان و آرش نوذری بیشترین همکاری رو با ایشون داشتن.
البته که خانم مهدی‌زاده رو باید بیشتر بازیگر تلویزیون بدونیم، چون که بیشتر آثار ایشون کار تلویزیونیه. در بخش از گفتگو با ایشون وقتی ازش پرسیدن در چه خانواده بزرگ شدی، گفت که من در یه خانواده 4 نفر متولد شدم و فرزند سوم خانواده‌ام. یه خواهر به نام آیدا که دکترای ژنتیکه و یه برادر کوچکتر از خودم به نام امیر که موسیقی‌دانه دارم و من با افتخار اعلام می‌کنم که خواهر جانباز شهید هستم. برادری که در عملیات به افتخار جانباز شیمیایی نائل شده بود و همین چند سال پیش به یاران شهیدش پیوست. من علاقه ویژه‌ای به ایشون داشتم. از اون در مصاحبه پرسیده شد شما هنرمندی هستید که بیشتر در نقش‌های خاکستری ایفای نقش کردید. این دلیل خاصی داشته؟ اون در جواب گفت این قضیه شاید به خاطر فرم چهره من باشه که البته دست من نیست. این رو یادآور بشم من با همین چهره حالا هر گونه که هست برادر شهیدم رو به خاک سپردم. من به شخص تجربه بازی در نقش‌های متفاوت رو دوست دارم و از تکراری شدن خوشم نمیاد. رویه‌ای که مثلا در فیلم قسم میتونم ادعا کنم تغییر پیدا کرده و با چهره‌ای متفاوت در این فیلم حاضر هستم. بازیگری همه چیز متفاوت بود. آقای تنابنده واقعا همراه بودن با بازیگرها، رسما بازیگردانی میکردن. یعنی یه بازیگر باید خیلی کم هوش میبود تو اون لحظه از این فرصت استفاده نمیکرد. خیلی ازش ممنونم که این فرصت رو به من داد، چون من برای اولین بار یک نقش خیلی متفاوت رو بازی کردم. از کارهای سینمایی ایشون میتونیم به افراطی ها، دختران، سپید و سیاه، یادم تو را فراموش، قسم و خورشید نیمه شب اشاره کنیم. از سریال ها با هنرنمایی ایشون هم میتونیم به رهایی، کیمیا، نرگس، مدینه و خیلی از سریال های دیگه اشاره کنیم. تو مرزی ربی نسبت تو خوهرش هست. مرزی ربی نسبت تو خوهرش قانون میکشه همه جو. چیکار کنی؟ بذاریم خونش پامال شه؟ 5 سال قاتل خواهر ما داره راست راست و خودش میشرخه بری شما میخنده. حالا نوبت ماست، اومده ما رو برسونه. مرسی از شما که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما نظراتتون راجع به این بازیگر و این ویدیو برام کامنت کنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره.